سلام بر پیشوای آزادی خواهان سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی دهد هدف از بایدها و نبایدهای دینی آراستگی انسانها به خوبی های علمی و عملی و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است که انسانها با عمل به این دستورات به این هدف مهم نائل می شوند. هرچند افراد فلسفه و علت احکام شرعی را ندانند مانند اینکه مریض با انجام دادن دستورات پزشک بهبودی و سلامت خود را به دست می آورد هرچند فلسفه نسخه پزشک و چگونگی عملکرد داروها را نداند پس این مطلب واضح است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است خواه مکلفین آن مسلحت و مفسده را بشناسند یا نشناسند الکلیسم یکی از محرمات اسلامی و ناهنجاری های اجتماعی است که تأثیرهای منفی و مخربی را در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. بیننده های محترم، امشب و در 513 همین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه بیشتر در این زمینه با شما گفتگو میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام با 513 همین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه از جوار حرم متحر حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر مونیر بنی هاشم حضرت اول فضل العباس علیه السلام در خدمت شما حسینیان هستم در شامگاه دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 در خدمت شما گرامیان هستیم و آرزو می کنم که انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید سوژه امشب ما اختصاص داره به مصرف مشروبات الکلی و اینکه طبق آیات قرآن مصرف مشروبات الکلی حرام اعلام شده و مذرات مصرف مشروبات الکلی بر بدن انسان چی هست و چه پیامدهایی میتونه مصرف الکل بر سلامت جامعه داشته باشه و متاسفانه کمتر جامعه است که از این پیامدها ایمن باشه شما در هر کشوری که امروزه زندگی میکنید متاسفانه هر روز خبر ناگواری از پیامدهای منفی و مخرب مصرف مشروبات الکلی میشنوید در تیتر خبرها که در این زمینه باید فرهنگسازی بشه باید مردم آگاهی خودشون رو بالا ببرند که امیرالمؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام می فرمایند اعدا ما جهلو مردم دشمن آن چه هستند که نمی دانند و امروزه بسیاری از مردمان و مخصوصا جوانان به واسطه همین ندانستن هست که خودشون رو و اطرافیانشون رو به حلاکت می اندازند و به دردسر سر می اندازند بر اثر, بر اثر مصرف مشروبات الکلی راجع به علت حرمت شراب خدمتون باید عرض کنم که علت حرمتش در دین اسلام صرفا به خاطر ضرر مادی اون نیست ضرری که بر بدن داره که این بر کسی مخفی نیست در برنامه امشب هم بهش میپردازیم که نظر پزشکان و علم پزشکی در این زمینه چی هست و چه آثار مخربی بر اعضا و جواره مختلف انسان دارد شاید ضرر بدنی و آسیب های جسمی که مصرف مشروبات الکلی بر بدن انسان وارد میکنه یکی از حکمت های حرمتش باشه ولی نه علت تامه حرمت مصرف مشروبات الکلی که در این زمینه مباحث فقهی مفصلی شده میتونید به مباحث تخصصی تر در این زمینه مراجعه کنید نقش مخرب نوشیدنی های الکلی بر مغز انسان و ضعیف کردن حافظه اثر آن بر روی سلسله اعصاب و بروز سرطان کبد، سرطان دهان، سرطان گلو، زخمهای معده و عشر و سکته قلبی بر همگان آشکار هست. چیزی نیست که اگر کسی اعلام کنه شرونده ها متعجب بشن. عجب چنین اثری هم دو... نه متاسفانه مسئله ای هست که در اکثر جوامع دیده میشه این اثرهای مخرب و آمارهایی که منتشر میشه در جوامع بر اثر کسانی که بستری هستند در بیمارستانهای مختلف و این افراد بر اثر مصرف مشروبات الکلی به این بیماریهای مختلف مبتلا شدند که مسلما مصرف الکلیسم و مصرف در حالا به اصطلاح اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی مسلما اثرات مخربش بیشتر هست و برون رفت از اون هم مسلما کمی سختتر خواهد بود نظر آقای محمد علی از تبریز رو در این زمینه میشنویم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و تشکر از دستندرکاران شبکه مقدس آقا امام حسین علیه السلام و سپاس بیکران از مذری محترم و توانای برنامه هشتت سوژه جناب استاد بهنام در قرآن کریم خداوند متعال مصرف مشروبات الکلی را مرحله به مرحله تحریم فرموده چون در زمان جاهلیت ادده از مردم جاهل مصرف می و برایشان عادت زشتی شده بود در وحله اول فرمودند لا تقرب و و انتم سکارا و بعد از چند مرحله در آیات نود و نود سوره مبارک مائده حرام قطعی کرده و یکی از اعمال شیطان نام بردند و فرمودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ردسون من عمل الشیطان فتنبوه لعلکم تفلحون و در زبان عرب انما چلمه حسره یعنی چنین است و غیر از این نیست مصرف مشروبات الکلی از اعمال شیطانه و غیر از ایجاد عداوت و بغض و چینه و زوال عقل برای شما نتیجه ندارد و اما برای عمل شیطان بودن و حرام بودن مصرف مشروبات الکلی یک واقعه تلخ تاریخی ارز کنم اینکه که عمر خلیفه غاصب ثانی دائم الخمر بود هیچ شکی نیست و راویان احادیث شیعه اکثرا به این مطلب اشاره کردند که عمر در مسجد خود همیشه به آب مشروبات الکلی حمل می کرد حتی یکی از همراهان وی از مسجد عمر خورد و گفت محتوای مسجد تو غیر از آب هست و آن ملعون که فض غلیز بود همراه خود را با تمام وقاحت تنبیه کرد در زمان حضوم به خانه وحی و حضرت زهرا سلام الله علیها که منظر به شهادت حضرت محسن سلام الله علیه و مجروح شدن بانوی دو عالم شد آن ملعون و غلامش کنفوز لعنت الله علیه شکی نداریم که مست بودند چون سرسختنین دشمنان اسلام کار زشتی که آن ملعون و عبابک کردند در حالت عادی انجام نمیدادند. از اینکه مزاحم اوقات شریف بینندگان محترم شدم عذرخواهی میکنم با تشکر بنده هم تشکر میکنم از آقای محمد علی که نظرشون رو راجع به سوژه امشب به صورت وایس برای ما ارسال کردند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ملعون است ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده می شود. یکی از مسائل بسیار مهم و شاید به ذرس قاطع بتوان گفت استثنایی در احکام شریعت مسئله شرب خمر هست و حرام بودنش و روایاتی که در زمینه شرب خمر وارد شده روایاتی بسیار استثنایی است که در یکی از این روایات حالا نمونهش رو خدمتون عرض کردن که پیامبر خدا میفرمایند حتی همراهی کردن یعنی در خانه ای حاضر شدن که در آن خانه افرادی شراب می نوشند نه می کنند پیامبر خدا هرچند اون شخص خودش شراب نمی نوشد اما در خانه ای حاضر شده یا سر سفره نشسته که بر آن شراب نوشیده میشه و یکی دیگه از مسائل مهم راجع به حرمت شرب خمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از معدود روایت است که راجع به حرمت چیزی این گونه سخن گفته شده باشه خوب دقت کنید پیامبر خدا میفرمایند که راجع به شراب خدای متعال ده گروه را لعن کرده است اینطور نیست که فقط بیان شده باشه هر کسی که شراب بنوشد فعل حرام مرتکب شده و یا اینکه خدای متعال لعنش کرده باشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یعنی ده گروه رو خدای متعال لعن کرده راجع به مسئله شراب گروه اول پیامبر میفرمان کسی که درختان انگوری بکارد به نیت این که این انگورها برای شراب استفاده بشه ببینید از کجا خدای متعال داره نهی میکنه و به بنده های خودش میفرماد که خودداری کنید و پرهیز کنید مسئله حرمت شراب خاری یک مسئله ای نیست که همین فقط بیان شده باشه که شراب نخورید شراب حرام است پیامبر خدا میفرماد کسی که درختان انگوری بکارد به نیت این که این انگورها برای شراب استفاده بشود خدای متعال آن شخص رو لعن کرده است دوم گروهی که خدای متعال اونها رو لعن کرده در رابطه با شراب کسانی است که از اون درختان انگور که میدانند برای شراب استفاده می شود نگهداری میکنند حرس میکنند سومین گروه خریدار مشروبات الکلی چهارمین گروه فروشنده مشروبات الکلی پنجمین گروه کسانی که مشروبات الکلی رو مصرف میکنند ششمین گروه کسانی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی پولی به دست میآورند غیر از این مسئله غیر از خریدار و فروشنده هست هر زی نفعی خیلی مسئله مهم هست هر زی نفعی در باب مسئله شراب خدای متعال او رو لعن کرده است هفتمین گروه کسانی که در ساخت شراب و تهیه شراب فعالیت می کنند افرادی که در حمل و نقل مشروبات الکلی کمکی میرسانند و نهمین گروه تحویل گیرنده آنها به قدری با ظرافت در این روایت این ده گروه رو خدای متعال بیان کرده فروشنده جدا، خریدار جدا، مصرف کننده جدا اون زاره و اون باغداری که درختان انگور کاشته است همه اینها جدا میفرماید تحویل گیرنده که ممکنه این تحویل گیرنده ی مشروبات الکلی نه جزو فروشنده باشه نه جزو خریدار باشه نه جزو مصرف کننده باشه نه جزو اون باغدار هیچ کدوم از اونها نیست تحویل گیرنده و دهمین ده گروه کسانی که این مشروبات الکلی رو به دست مصرف کنندگانش میرسانند تمامی این ده گروه مورد لعن مستقیم خدای متعال واقع شده اند گاهی برخی مردم تعجب میکنند از اینکه چرا برکت شاید از برخی زندگی ها در برخی از جوامع رفته باشه ولی اگر دقت کنیم در روایات اسلامی متوجه خواهیم شد که دلیل برکت شدن کسب و کارها، بیبرکت شدن پولها، درآمدها و برخی دیگر از مسائل چی نمیخوام، ببینید نمیخوام ارز کنم که تنها دلیلش این هست خوب دقت کنید نمیگم دلیل بیبرکت شدنها و سایر مشکلات این هست نه، ارز من اینه که اثر گذاره خانواده هایی که به سمت و سوی این مسائل نمیرن مشروبات الکلی دقت کنید در اون خانواده ها روابط خانوادگیشون چگونه هست طبیعتا مشکلات کمتر هست نمیگم بی مشکله نمیگم صد درصد بی مشکل نه معصوم که نیستند مردم مشکلات خانوادگی و روابط اجتماعی پیش میاد در هر خانواده ای در هر قشری عرض من از این نسبیت هست که در چنین خانواده هایی نسبت به خانواده هایی که مصرف مشروبات الکلی دارند بسیار بسیار کمتر هست و از طرف دیگر روایت ها رو وقتی میبینیم چه نحیهایی آمده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روایت دیگری هشت گروه رو نهی می کنند از اینکه با شرابخوار حتی ارتباطی کوچکترین ارتباطی داشته باشند گروه اول رو پیامبر خدا میفرمایند که پیامبر خدا میفرمایند که اگر شرابخوار مریض شد به ایادتش نروید اهمیت این مسئله اونجایی آشکار میشه که روایت هایی که به ایادت مریض رفتن رو سفارش میکنند انسان بداند و آگاه باشد و بداند که پیامبر خدا حتی به ایادت یهودی و مسیحی میرفتند اما مسئله شار بلخمر مسئله کسی که شراب مینوشد ببینید چقدر مخرب هست کوچکترین ارتباطی با او که پیامبر نهی می کند اگر مریض شد شارب خمر به ایادتش نروید دوم شهادت و گواهی انسان شرابخار را در محکمه ها قبول نکنید خیلی مسئله مهمه سوم اگر انسان شرابخاری به, به خواستگاری دختر شما اومد دست رد به سینش بزنید ردش کنید ممکنه ده ها شایستگی داشته باشه به قدری این مسئله اهمیت داره در روابط اجتماعی و خانوادگی که پیامبر خدا میفرمایند اصلا میپوشونه هر شایستگی که میخواد داشته باشه پیامبر خدا میفرمان اگر خاستگار اومد برای دختر شما و او شرابخوار بود بیچون و چرا ردش کنید گروه چهارمی که نهی میکنند پیامبر خدا میفرمایند که راجع به انسان شرابخوار هیچگاه گفتارش را تصدیق نکنید گروه پنجم شفاعت انسان شرابخوار را نپذیرید حالا راجع به کسی میانجیگری چیزی میخوان بکنند پیامبر میفرمان نپذیرید گروه ششم که نهی میکنند میفرمان با انسان شرابخوار با انسان شرابخوار هیچ معاشرتی نداشته باشید نه بحث ازدواج که میفرمایند نه میکنن نه دختر بدید نه دختر بگیرید از انسان شرابخوار میفرماند هیچ معاشرتی نداشته باشید گروه هفتم این هست که پیامبر خدا میفرمان در مجلس شرابخوار ننشینید چرا چرا ننشینید پیامبر میفرمایند زیرا لعن خدای متعال تمامی اهل آن مجلس رو فرا میگیرد نه فقط شخص خورد نه فقط افرادی که در آن خانه در آن مجلس شراب خورده اند پیامبر میفرماد همه اون افراد رو لعن خدا فرا میگیرد و بله در ادامه روایت میفرمایند که در روز قیامت خدای متعال زهر اقرب و زهر مار به انسانهای شرابخار میخوراند روایت طولانی هست و بسیار حائز اهمیت هست یا در جای دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند پیامبر خدا هر چرا که مست کننده باشد حرام کرده اند و چیز را که پیامبر حرام کرده باشد خدا حرام کرده پس هر مست کننده ای حرام است کم باشد یا زیاد ویس خانم هاجر رو بشنویم با هم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی الی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و الا اصحاب الحسین مضرات مصرف مشروبات الکلی بر بدن انسان که بر سیستم قلبی عروقی کبد استخوان پوست و دستگاه تنفسی که در اثر مصرفات مصرف مشروبات الکلی متعمل خسارات و زیانهای شدید غیر قابل برگشت گردند. اثرات سوء الکل بر جنین در رحم مادر و ایجاد سرطان در بافتهای مختلفی از دیگر آثار مخرب مصرف این ماده است که نهایتا منجر به مرگ میگردد. در سوریه بقره آیه دیویس نوزده به آیه 219 به سرعت مصرف شراب را ممنون کردن و آن را از گناهان بزرگ شما است همچنین در سوره معده آیه 90 که می‌فرماد ای کسانی که ایمان آوردی شراب و قمار و بادها تیرهای پلیدیان و از عمل شیطانند پس از آنها دوری گزینید باشد که رستگار شوید و آیه 91 از سوره معده که می‌فرماید همانا شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد و قسمتی از آیه 43 از سوره مبارکه نسا باز درباره مزرات مصرف الکل اومده است مصرف مشروبات الکلی چه پیامدهایی در جامعه داره اینکه جامعه را به فساد تبایی و ناامنی میکشاند و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتش. تشکر میکنم از خانم حاجر. بریم ویس خانم معصومه از اتریش رو هم با هم بشنویم السلام سلام و علک یا اهل بیت نبوه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان زحمت کشی شبکی امام حسین طبق کدام آیات قرآنی مصرف مشروبات الکلی حرام است من سعی کنم به سه سوال خیلی مختصر و مفید پاسخ بدم انشاءالله از آنجایی که خوری و میکوساری در زمان جاهلیت و قبل از اسلام فوق العاده رواج داشت به صورت یک الگوی رفتاری نابه هنجار عمومی در آمده بود پروازه است که اگر اسلام میخواست بدون رعایت اصول روانشناختی و اجتماعی با این بلا و معضل عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود بنابراین از روش تحریم تدریجی برای ریشه کردن میگساری استفاده کرد. به این ترتیب که در برخی از سوره های مکی اشاراتی به زشتی این کار نمود. در آیه 67 سوره نحل که از روزی های پاک روزی های ناپاک فراهم نکنید اشاره می کنند آیه 219 سوره بقره و همچنین 43 سوره نسا آیه 90 سوره معده و مذرات مشروبات الکل چه پیامدهایی داره از هم پاشیدگی خانواده آوارگی و روان پریشانی فرزندان و گاهی منجر میشه به قتل و تجاوز و کاهش عمر زای کردن عقل اثر منفی در جنین و نطفه مثل عقب ماندگی های ذهنی و فیزیکی رکود اقتصادی و ادامه دارد به دنباله مشروب خوردن و مصرف الکل که من از بیننده خواهش میکنم خودشون سرچ کنم و مشاهده کنن با این امید که انشالله روزی برسد که هیچ بنی بشری از مشروبات الکلی استفاده نکند آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای همه شما عزیزان یا علی مدد تشکر میکنم از سرکار خانم معصومه که از اتریش نظر خودشون رو به صورت وایس برای ما ارسال کردن دیدید و شنیدید نظرهای مختلف بیننده های محترم برنامه هشتک سوژه رو امام صادق علیه السلام میفرمایند هر مست کننده ای حرام است شخصی از آن حضرت پرسید حتی یک جرعه امام صادق علیه السلام فرمودند آری حتی یک جرعه از آن نیز حرام است و در فرمایش دیگری فرمودند خدای متعال شراب را چه کم و چه زیاد حرام فرموده است همچنان که مردار و خون و گوشت خوک را برخی تصورشون این هست که حالا اعتیاد نداشته باشیم به شرابخواری و گاهی و اوقات حالا تفریحی یه مجلسی بالاخره رفقا پیکی تعارف میکنن نمیشه که روشون رو زمین انداخت از آداب معاشرت به دور هست و توجیهات دیگری که دارند اهلش برای شرابخوری فرمایش امام صادق علیه السلام پاسخ همه این توجیه ها رو داده است که کم یا زیادش حرام است و توجیه های دیگری که برخی دارند و واقعا غیر از توجیه نمیتونم اسم دیگری و تعبیر دیگری داشته باشم براش من جمله این که از میکنن که پزشک برای ما تجویز کرده ما که خودمون اهل شرابخواری نیستیم ما مراعات میکنیم این مسائل رو چه کنم که پزشک برام تجویز کرده تجویز پزشک حکم الهی رو تغییر نمیده خدمت این دسته از عزیزان عرض میکنم تجویز پزشک حکم الهی رو تغییر نمیدهد غیر از اون که اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم میفرمایند خدای متعال در هیچ حرامی شفا قرار نداده است یه شخصی خدمت پیامبر خدا بود و از همین توجیه داشت برای پیامبر خدا در می آورد عرضه می داشت که یا رسول الله من مشرو... کارم مشروبات الکلیه پیامبر خدا او رو نهی کردن فرمودن که هرگز باید رها کنی این کار رو عرضه داشت اینو میخوام عرض کنم که این توجیه ها مسائل جدیدی نیست که بعضی میگن تجویز پزشک و مسائل دارویی و 1400 سال قبل نزد پیامبر خدا هم میرفتن از این توجیهات داشتند عرضه داشت که یا رسول الله من اتفاقا شراب درست میکنم به خاطر مصارف دارویی که شراب داره برای بیمارها پیامبر خدا فرمودند که وای بر تو شراب خودش درد است و نمیتواند دوا باشد سرکار خانم زاره از اصفهان با ما هستند سلام کنم به شما السلام علیکه یا قتیل الابرات السلام علیکه یا ساقی اتوان کربلا به نام خدا عرض سلام و عذب و احترام خدمت تمامی دستم در کاران زحمت کشه شبکه جهانی آقای ما حسین و استاد بهنامی گرامی شبتون به خیلی قبول باشه متشکرم سلامت باشید انشاءالله که به زودی شما هم مشرف بشید کربلا و ظاهر سید و شهده باشید بفرمایید سرکار خانم استاد بهنام برام ما بیچاره گانه جا مانده هم دعا کن ان شاء الله راکر والا برا ما هم بازشه انجام وظیفه میکنیم ان شاء که به زودی شما و دیگر عاشقان سید و شهدا علیه السلام مشرف بشید کربلا بستان. بفرمایید راجع بستان. به سوژه امشب نظرتون رو میشنویم هر چی که شما میفرمایید تا من توضیح بدم اگه از مزراتش بگم اشکالی داره نه خیر بفرمایید خب یه سری زیان هایی که مشروبات الکلی بر بدن میگذاره اثر اصلی و کوتاه مدت مشروبات الکلی بیشتر بر سیستم مغز مغز و اعصابه که بله. به ظاهر اینها یه سری آرامش کاذب میدن ولی در واقع اشتباهه ولی پس از مدتی تو بدن یه سری ناهماهنگیاتی تو عضلات بدن به وجود میاد و باعث میشه که افرادی که این مواد رو مصرف میکنن باعث میشه که در تصمیم گیریشون اختلال پیدا کنن و کارهایی که حرکتیه و مهارتیه را نتونن انجام باله. بدن و در مقابلش در مقابل واکنش ها نمیتونن عکس عمل انجام بدن و بسیار بسیار پرخاشگر میشن و یا دو چهار پر حرفی خیلی زیاد میشن یا هم بله. زدنش رو تبا به هم خورده است و از طرفی سوزش قلب خیلی بدی میگیرن و یکی از بدترین چیزایی هم که اثر داره رو کبده کار آلی. کبد اینه که تجزیه و خمسا میکنه سمای بدن رو ولی متاسفانه این الکل جوریه که این کبد نمیتونه اون سمش رو تجزیه کنه و باعث میشه که این تحریک کنه کبد و باعث مشکلات کبدی میشه احسنتم. و بعد کلیه ها هم همینطور باعث تورم میشه در کلیه ها و شکم و پاها استاد بهنام هر وقت که میدونید زیاد حرف میزنم بفرمایید احسن تشکر میکنم از شما سرکار خانم زاره از اصفهان بودن که بیننده های محترم نظرشون رو دیدید و شنیدید به نکته مهمی اشاره کردن این بیننده که خدمت شما بیننده های محترم عرض کنم یکی از مسائلی که انسان هایی که مشروبات الکلی مصرف می کنند همیشه بیان می کنند این هست که آقا نمیدونی تای پیک میزنی از همه غم و غصه ها آزاد میشی و این همون نکته است که این بیننده محترم اشاره کردن و البته هم روانشناسان و هم علم پزشکی این مطلب رو اذعان میکنه که این آرامش کاذبی است که در کوتاه مدت به انسان شرابخوار دست میدهد و این افراد این آرامش کاذب و در مدت زمان بسیار کوتاه رو ترجیح میدند به سایر مذراتی که براشون داره متاسفانه و اینکه خاری چقدر پیامدهای مخرب و منفی برای جامعه دارد چیزی نیست که بر شما بیننده های محترم مخفی باشد متاسفانه متاسفانه کمتر جامعه ای است که این پیامدهای مخرب رو تجربه نکرده باشه در کشورهای مختلف یک زمانی بود فقط باید میگفتیم که کشورهای غیر اسلامی و کشورهای آمریکایی و اروپایی و امروزه متاسفانه متاسفانه کشورهای اسلامی هم درگیرش هستند هر چند آمار دقیقی ارائه نمی شود ولی حالا در اون قسمت هایی که مصرف مشروبات مثلا تقلبی میشه خب بالاخره آمار منتشر میشه چه تعداد افرادی مسموم میشن چه تعداد افرادی جان خودشون رو از دست میدن نه فقط برای مصرف مشروبات تقلبی نه زیاد روی در مصرف مشروبات الکلی و دیگر مسائلی که از پیامدهای مخربش هست که حتی در کشورهای اسلامی هم این آمار منتشر میشه که هر از گاهی میبینیم تعداد زیادی از افراد حتی جان خودشون را از دست میدند در این رابطه خب این وظیفه من و شما هست بیننده های محترم که روشنگری کنیم در این زمینه آقای احمدی از تهران با ما هستند سلام میکنم به شما سلام خدمت شما استاد بهنام حال شما خوبه؟ متشکرم سلامت باشید وقتتون بخیر آقای احمدی ما باشید شاید... انجام وظیفه می‌کنیم دعاگو و نایب و زیارتون هستیم ان که شما و دیگر بیننده های هشتگ زوجه به زودی مشرف بشید در کربلا از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید آقای احمدی بفرمایید که مصرف مشروبات الکلی چه پیامدهایی در جامعه میتواند داشته باشد خدمت شما عرض شود که استاد بهنام مصرف مشروبات الکلی از یه بود بخوایم نگاه کنیم جنبه روحی روانی داره همونطور که شاهد هستی در آن در جوامع غربی و امریکا و اروپا متاسفانه 80 درصد از جرم و جنایت هایی که صورت میشه بر اثر نوشیدن مصرف, مصرف مواد الکلی است بله ادامه بدید صدای شما پخش میشه بله ما متاسفانه هر روز که اسلامی متاسفانه این داره باب میشه و حتی گزارشی که مثلا ای یکی از خبرگزاری های امریکا به تازگی به انتشار داده بود در کشور عربستان سعودی با هزار افسوس با هزار افسوس در کشور عربستان سعودی در هتل ها این مقوله داره اجرا میشه بله متاسفانه و همونطور که شاهد از در کشورمون ایران هم بر اثر ساخت دست دستاز هر روز اخبار واقعا ناراحت کننده از در گذشت جوان ها به حساب میاد که همین چند وقت اخیر در بندر حدود 17 جوان در از اثر مصرف مشروبات الکلی جان باختند و آماری که در آن کشورهای اروپایی و آمریکایی در شیوع سرطان های مختلف دارن انتشار میدن متاسفانه در اثر مصرف مشروبات الکلیه که خود امامان ما تکرین داشتن که بر حرام بودن مصرف مسکرات و مشروبات که چه ضرر و زیانی به بدن و آسیب های به بدن و جامعه وارد کنه انشالله شاید شاهد اون روزی باشیم که دیگه لاش کشورهای اسلامی این حرکات انجام نشه و جلوی مصرف و فروش این این گونه مشروبات گرفته بشه باز هم تشکر میکنم برنامه خوب شما جناب بهنام امیدوارم که روز به روز بر توفیقاتتون افزوده بشه بازم نایب زیاره این حقیر و خانواده در کربلا معلا باشید خواهش میکنم تشکر میکنم از لطف شما دعاگو و زیارتون هستیم آقای احمدی اگر شما با جوانی برخورد داشته باشید که خدایی ناکرده مشروبات الکلی مصرف میکنه یا در مجالسی حاضر میشه که دوستانش مشروبات الکلی مصرف میکنن شما اگر بخواهید که این جوان رو آگاه کنید از مذراتش از اینکه کاری کنید تشویق بشه به اینکه حاضر نشه در چنین مجالسی چه صحبتی با او خواهید داشت والا من اتفاقا چند وقت پیش یه موردی برخورد کردم خیلی هم صحبت کردم به حساب پسری یکی از دوستان بنده بود و پدرشون از من خواهش که من صحبت کنم خودشون صحبت کرده بودن الحمدلله افاقه کرد ببینید ما اگر با این جوان از باب گفتگو وارد بشیم یعنی از باب گفتگو بیایم باشیم صحبت کنیم خیلی خیلی صحبت شما چی بود با این جوان که میفرمایید نتیجه داشت؟ خدمت شما که اول از همه این جوان رو من هدایت کردم که هم... تماس آقای احمدی ظاهرا اینترنتی هست من خواهش میکنم که یا جاتون رو تغییر بدید آقای احمدی آقای احمدی صداتون لحظاتی قطع شد صدای من رو دارید الان صدا میاد آقای الان صدای شما بس هست خواهش میکنم که جمله خودتون رو تکرار بفرمایید الان صدا الان بله بله خدمت شما هست که ببینید اگر باب امر به معروف و نهی از ما نشاته اگر ما بتونیم با این جواب با این جوان ارتباط خیلی مثبتی بگیریم حتما این راه ما شد ولی اگه به صورت کوبنده باشه به صورت چکشی باشه عکس جواب میده یعنی واقعا عمل عکس جواب میده من خواهشم از همه عزیزانی که میخوان این جوانانی که خب متاسفانه تماس ایشون قطع شد و تشکر میکنم از آقای احمدی که از تهران تماس گرفتن و نظر و تجربه خودشون رو در صحبت و گفتگو با جوانی که در این مجالس شرکت میکرده بیان کردند تشکر میکنم از ایشون چه خوبه که بیننده های اروپایی و آمریکایی هشتک سوژه هم تماس بگیرند و با توجه به اینکه برخلاف کشورهای اسلامی در چنین کشورهایی فروش مشروبات الکلی البته با شرایطی که وجود داره طبیعتا آزاد هست خواهش میکنم که این دسته از بیننده ها تماس بگیرن و از پیامدهای اجتماعی مصرف مل... مشروبات الکلی در کشورهای اروپایی و آمریکایی جایی که خودتون زندگی میکنید برای بیننده های هشتگ سوژه هم صحبت بفرمایید ارز کردم خدمت شما بیننده های محترم روایاتی که حتی نهی می کنند اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام به ایادت شخص شرابخوار رفتن رو با توجه به اینکه ایادت رفتن و به ایادت مریض رفتن چقدر ثواب داره و چقدر تأکید شده در روایات و سفارش شده اما می که به ایادت شخص شرابخوار نروید و دیگر مسائلی که عرض کردم یکی دیگر از مسائلی که واقعا از استثناء هاست و بسیار ها از اهمیته تمکین خانم از همسر شرابخوار خودش هست که در فرمایشی امام هشتم حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام میفرمایند هر خانمی که در برابر شوهر مست خود تمکین کند به میزان ستارگان آسمان گناه در نامه عملش می نمیستند. و فرزندی که در این حالت منعقد شود کودن و ناهنجار خواهد بود بازم این اهمیت این مسئله رو اگر کسی میخواد متوجه بشه باید مراجعه کنه روایت هایی که اهل بیت علیه مسلم میفرماین راجع به تمکین زن از شوهر خودش که در هر حالی سفارش شده و اون جزئیاتی که دارد اما راجع به شوهر مست و شراب میفرمایند که اجازه تمکین نداره این خانم چقدر این مسئله حائز اهمیت هست و مسئله ای که متاسفانه شاید در برخی جوامع امروزه کمتر بهش دقت بشه مسئله ازدواج هست که جوان و پسری که شرابخوار هست به خواستگاری دختری که میرود حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند اگر کسی دختر خودش را به جوان شرابخواری بدهد مانند این است که دختر خود را در آتش انداخته است تصورش رو بکنید پدری عمری زحمت کشیده دختر 20 ساله خودش دختر 18 ساله خودش دختر 25 ساله خودش رو با دست خودش درون آتش بیندازه و شاهد پرپر شدن این دختر و زوب شدن این دختر در آتش و عذاب کشیدنش باشه ببینید ازدواج با جوان شرابخوار چگونه ترسیم شده در این روایت امام صادق علیه السلام دختر شما وقتی با جوان شرابخوار ازدواج کند شما دیگه از اون به بعد شاهد سوختن دخترتون و زوب شدن اعضا و جواره دخترتون در این زندگی خواهید بود من متاسفانه و متاسفانه دادگاه های خانواده پر است از چنین پرونده هایی که چقدر دختران و چقدر زنان عذاب می کشند از زندگی با مردهای مست و دائم الخمر و شرابخار که لا یوسف هست واقعا شاید شما بیننده های محترم در اطرافیان دور یا نزدیک خودتون دیده باشید چنین زجر کشیدنهایی رو اگر کسانی رو این چنین میشناسید کمکشون کنید آگاهشون کنید و اونها رو دلسوزانه و مهربانانه کمک کنید که از دام شراب رهایی بیابند مخصوصا اگر جوانانی رو میشناسید از دوستان خودتون از اطرافیان خودتون این رو قبول کنید تجربه برخی از کشورهای اسلامی هم ثابت کرده که قوه قهریه نتیجه نخواهد داد این مسئله ای که 1400 سال پیش دین مبین اسلام هم سفارش کرده تاکید کرده که قوه قهریه در چنین مواردی مخصوصا در امر به معروف و نهی از منکر جواب عکس میده ولی خیلی ها خواستن که خودشون هم تجربه کنن و تجربه کردند خواهش میکنم شما بیننده محترم شما دیگه تجربه نکنید ادبیات صحبت با جوان رو یاد بگیرید مخصوصا اگر میخواهید او رو از چنین مجالسی نهیش کنید باید ادبیات و نحوه گفتار و چگونگی گفتار با چنین جوانی رو به خوبی بلد باشید سلام میکنم به با آقای مرتضی از آمریکا سلام علیکم حال شما خوبه جناب خسته نباشین التماس دعا متشکرم سلامت باشید وقتتون بخیر آقای مرتضا آقای شما بخیر ممنون آقای مرتضا با توجه به اینکه شما در آمریکا زندگی میکنید و مصرف مشروبات الکلی البته با شرایط و محدودیت هایی آزاد هست در چنین کشورهایی بفرمایید که چه پیامدهایی داره در اجتماع مصرف مشروبات الکلی؟ والا عرض کنم خدمتتون که اینجا با اینکه به صلاح ممنوعیت های زیادی داره واسه خوردن و به قول معروف مشروب و رانندگی کردن باز اگه چک کنید در آمار خیلی ها در سال در اثر همین راننده های مست کشته میشن متاسفانه خیلی زیاد یکی از عوامل واقعا پیامدهای بدی که این مسئله داره اینکه خیلی ها میخورن و رانندگی می‌کنند و باعث میشن یه نفر کشته بشه حالا یکی از پیامدهاش در بحث رانندگی هست و تصادف جاده‌ای و تلفاتی که داره در بحث امور خانوادگی در اجتماع چه پیامدهای مخرب دیگری شما دیدید تا به حال؟ والا در امور خانوادگی متاسفانه من عرض کنم خدمتون پارسال یکی از ایرانی‌هایی که اینجا بچه‌شون دنیا آمده بود یه پسر داشتن یه دختر پسر 17-18 ساله بود میرن در به قول معروف یه پارتی و این شب میان از یه اسنپا میگیره میاد حالش بد میشه پیاده میشه دم خونهشون میمیره زمستونز بوده سنکوب میکنه اونجا ظاهرا کسی هم نبوده ببینه شب بوده بعد خلاصه میرن میگردن پیداش میکنن جنازهشو و این یه دونه پسر بود این مادر پدرش دیونه شدن قرارذ بنده آی مرتضی غیر از جامعه ای ایرانیان و فارسی زبانان ساکن در آمریکا قرض بنده از این سوال در مورد شهروندان آمریکایی بود و آمریکایی تبارها چه پیامدهایی برای اونها داره خیلی به قول معروف زیاد میشه به صلا پیش میاد که در در حال مستن حالیشون نیست و یه وقت بین اسلحه میگیرن میزنن و هم دیگه به قول معروف پیامده اینجوری معمولا درگیری پیش میاد بینشون به قول معروف با چاقو میزنن هم دیگر رو اینجور چیزا پیش میاد بالده. احسنتم تشکر میکنم آقای مرتزا اگر صحبتی دارید مخصوصا با جوانان در این رابطه بفرمایید والا صحبت هم اینه که اگر به قول معروف از اهل جدا بشن تنها راه شیطونه و گمراهی دیگه به قول معروف اونایی که یه عمری هم خوردن و این راه و رفتن آخرش گفتن مسیح درد منو رو دیگه دوا نمیکنه واقعا این درد رو دوا نمیکنه درد بیشتری هم بیده و من اینجا دارم میبینم خیلی ها واقعا چه پولایی مصرف میکنن زن و مرد متاسفانه روی این که میتونه این پولا خیلی چیزا رو کمک کنه به خیلی فقیرا خیلی محتاجا این پیام منه، من اینکه فهمیدم چیزی که واقعا میخوان به قول معروف یک مدت زمان کوتاهی از غم و غصه بیان بیرون و این چیزیه که غم غصه ای که میان بیرون یه ساعت بعدش دوباره سرحال شدن دوباره تو غصه این چیز من اینه که این واقعا این حل نیست بیاین یه عشقی واسه ابو عبدالله بریزید و موقع لذتشو بیشتر اون احساس میکنید درود بر شما درود بر شما احسنتم تشکر میکنم از آقای مرتضی که از آمریکا تماس گرفتن و نظرشون و تجربیاتی که دیدند خودشون از نزدیک در آمریکا برای شما بیننده های محترم بیان کردن حقیقت مطلب اینه بیننده های محترم که مصرف مشروبات الکلی انسان رو از اون انسانیت خارج میکنه چرا در لغت عرب خمر میگن به شراب و به الکل و مشروبات الکلی خمر که در آیات قرآنی هم با لفظ خمر اشاره شده که آیه 129 سوره مبارکه بقره رو راجع به حرمت خمر آیه 43 سوره مبارکه نساء و آیه 90 سوره مبارکه مائده رو مطالعه بفرمایید تفسیرها و شعن نزولش رو ببینید خمر و به چادر در زبان عربی خمار گفته میشه چون بدن زنان رو میپوشاند خمر هم عقل انسان رو میپوشاند انسان از اون حالت انسانی خارج می شود ان الله که بتونیم با تمسک به ولایت امیرالمومنین و محبت سید الشهدا علیه السلام مخصوصا محبین امام حسین از مسئله شراب و شرابخوری پرهیز میکنند دوری میکنند به دلایل دیگری غیر از اینکه حرام است و محبین امام حسین آنچه در مجلس یزید گذشت بر سر مقدس امام حسین علیه السلام و اون مسائل پیروز باشید بیننده های محترم هر کجا که هستید تشکر میکنم از تماس ها و حمایت های شما تا برنامه دیگر خدا نگهدارتون یا علی مدن